وضعیت سروش رفیعی و فرشاد فرجی حین کامبک پرسپولیس برابر استقلال خوزستان رو شما در تصویر مشاهده میکنید که سید حسین حسینی هم یه استوری منطقی گذاشت و دمش هم گرم، گفته که هواداری عزیز استقلال، همه ما از اتفاقات بعد شب لحظات سختی رو سپری کردیم و همه ناراحتیم که نتونستیم شما رو خوشحال بکنیم. به خاطر اینکه شما خوشحال نیستین عذرخواهی میکنم، اما خواهش من از شما اینه که هنوز لیگ تموم نشده و الان زمان مناسبی برای تخریب و انتقاد نیست. خودتون خوب میدونید ما بازیکنها امسال با همه کم و کاستی ها 28 هفته برای خوشحالی شما جنگیدیم و چیزی کم نذاشتیم. همه مجموعه تیمی امسال فقط یه هدف داریم که اونم خوشحالی شماست. بهتون قول میدم این دو هفته با تموم وجودمون برای شما میجنگیم و لحظه کم نمیذاریم. من همینجا بهتون میگم یکی از این دو تیم بازم امتیاز از دست میده. ایمان داریم که این مسیر سختی که اومدیم اینجوری تموم نمیشه. از شما هم خواهش میکنم مثل همیشه تا لحظه آخر از تیمتون حمایت بکنید و بیایید این دو هفته متحدتر و قویتر از قبل در کنار هم باشیم تا به امید خدا آخر فصل همه کنار هم خوشحال شاد باشیم، که حالا آخر فصل اینجوری خوشحال میشن که فقط بتونن استقلالیا قهرمان بشن، چون جامعیار مقانلو هم که خودشو کند و جدا کرده از دیگر بازیکنایی که برای آقای گلی میجنگیدن، رضا اسدی که مصدوم شد، خود شهریار 16 گل است و رحمان جعفری و علی عیسی کسیر و البته پوریا سرآبادانی. استوری مهدی طارمی برای اشکان دژاگه که یکم دیره، ولی خب به هر حال مهدی طارمی و گفته باعث افتخار بود بازی کردن در کنار شما برادر. ممنون بابت تمام زحمات و خاطرهایی که برای مردم ایران به جای گذاشتی. قهرمانی العین به لطف درخشش ستاره های خارجیش و یه افسوس برای کشورمون که یه مدت میگفتیم آی مثلا الهلال و النصر کلی هزینه کردن، اما العین اومد قهرمان شد. این سرمربی هرنان کرسپوه. هرنان کرسپو سرمربی از دوئلی بود که تو بازی‌های گروهی در مقابل پرسپولیس قرار گرفتن و پرسپولیس از دوئل رو برد. هرنان کرسپو اونجا اخراج شد و اومد سرمربی العین شد، که العین هم قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شد و افسوسش برای ما بود. امیدوارم حالا با این واگذاری هلدینگ خلیج فارس، بانک شهر و بتونن که اتفاقات خوبی رو واسه سرخابی‌های پایتخت رقم بزنن و البته تیم سپاهان و تراکتور هم شانس دارن. پستر صفحه فارسی سی به بهونه تولد 58 سالگی احمد رضا عابدزاده رو شما در تصویر مشاهده میکنید. استوری سعید دقیقی در آستانه دیدار با پرسپولیس که گفته به امید روزی که فقط و فقط یه استان تمام عیار برای یک قزوین بمیره، نه آبی نه قرمز، فقط قلبش برای حال خوب مردمان قزوین بتپه. پرسپولیس شمس‌آذر یک رنگ، فقط و فقط سبز شمس‌آذر رو. حالا ما میتونیم که پرسپولیس رو متوقف کنیم، میتونیم تا ببریم. این نظر سعید دقیقی بوده. آخرین باری که گلگوهر تونست یه تیم رو در لیگ برتر شکست بده به دیدار برابر صنعت نفت آبادان تو هفته 20 و تاریخ 23 اسفند 1402 برمیگرده که شاگردای اوزونیدیس موفق شدن با نتیجه 1-0 میهمان خودشون رو شکست بدن. نکته جالب اینجاست که گلگوهر در سال 1403 در مجموع 7 دیداری که در لیگ برتر انجام داده 3 مساوی و 4 شکست به دست آورد و هنوز تیمی رو شکست نداده تو مسابقات لیگ برتر. حالا جام حذفی که میدونم 5 تا به هوادار زدن، اما تو لیگ برتر حالا این هفته هم یعنی سه شنبه هم در مقابل استقلال قرار میگیرن. شاگردای رضا عنایتی تا الان در 14 دیدار لیگ برتر با نتیجه مساوی از زمین بازی خارج شدند و در 2 بازی باقی مونده خودشون باید به ترتیب رو در روی فولاد خوزستان و استقلال تهران برن. حالا یه نکته در مورد رضا عنایتی و تیمش من بهتون بگم. ببینید پیکان با رضا عنایتی هفته آخر باید به مساف استقلال بره و طبق روال رویارویی مربیای سرخابی با پرسپولیس و استقلال از الان هم یه عده آدم بیکار و بیمار نشستن تا اسرار کمکاری شاگردای عنایتی جلوی آبیا رو کشف بکنن. هر قدر من برای اینا ویدیو درست کنم، بازی با این دو تیم بهترین ویترین یک مربی برای نمایش دادن تواناییاشه و اونا این مجال رو مجانی از دست نمیدن. و هر چقدر با اون دوستان بگید که اینا این مجال رو مجانی از دست نمیدن، باز توی کت این دوستان نمیره. در چنین بلبشوی استاد عنایتی مصاحبه کرده و گفته که بعضی باختا لذتی دارن که در بردها نیست. منظورش اینه که تیمت خوب بازی بکنه و ببازه، اما طبیعتاً این جمله تو این شرایط با معنی دیگه ای وایرال میشه. خب آقای عنایتی برادر من، شما مثلا مربی حرفه‌ای هستی، نباید در استخدام کلمات تدبیر بیشتری به خرج بدی و الکی داستان درست نکنی؟
حالا این ویدیویی بوده که از رضا عنایتی وایرال شده. عیسی مرادی مهاجم شمس‌آذر هم گفته که بازی با پرسپولیس فوق‌العاده سخت خواهد بود. اما می‌خوایم همون فوتبال با کیفیتی که در این فصل به نمایش گذاشتیم رو تکرار بکنیم. با توجه به حساسیت جدول برای پرسپولیس، این دیدار یکی از سخت‌ترین بازی‌های این فصل شمس‌آذر خواهد بود. ما هم به دنبال رتبه پنجمیم و برای رسیدن به این مهم چاره‌ای جز کسب 6 امتیاز از دو بازی آینده نداریم. ما کاری به تیم‌های دیگه نداریم و برای شادی هواداری خودمون می‌خوایم مقابل پرسپولیس به برتری برسیم. برای ما مهم نیست رقیبمون چه تیمیه و به خصوص تو بازی خونگی به خاطر شادی دل هواداری عزیزمون فقط به دنبال کسب 3 امتیازیم. یه خط و نشونی کشیده واسه پرسپولیسی‌ها که دست کم نگیرن این تیم رو، چون شمس‌آذر واقعا تیم خوبیه. ما جدا بشیم از بحث خبرهای کوتاه و بپردازیم به پرسپولیس و استقلال. یکی از مزیت‌های بازی تو پرسپولیس و استقلال ولو برای یه مدت کوتاه اینه که تا آخر عمر شما میتونید به عنوان پیشکسوت این تیم با رسانه‌ها مصاحبه بکنید. با این شرایط خوبه رفقا لااقل از این فرصت خوب استفاده بکنن و حرفای مفیدتری بزنن. مثلا اردلان آشتیانی که پدرش مرحوم ابراهیم آشتیانی یکی از بهترین مدافعان راست تاریخ فوتبال ایران بود، قبل از بازی با استقلال خوزستان گفته بود که دیدار با شمس‌آذر تنها بازی سخت پرسپولیسه. حالا ما با استقلال خوزستان که پریروز رو در روی پرسپولیس قرار گرفت و اینقدرم قرمزا رو عذاب داد کاری نداریم، اما مثلا مگه میشه مثل رفسنجان رو دست کم گرفت؟ این تیم تو بازی رفت از پرسپولیس مساوی گرفته، همین نتیجه رو در بازی برگشت با استقلال تکرار کرده. آبیا رو چه میدونم از جام حذفی اوت کرد و به نیمه نهایی همین مسابقات هم رسیده. سخت از نظر شما یعنی چی که شما میای تیم محبوبت رو تحت فشار میذاری؟ ببین ما غم انگیزتر از این حرفاست. اینطوری میشه که صبح روز برگزاری منوی رشوه یا همون باجه، یه کلمه عامیانه است که اون رو البته فوتبال ما همیشه پر از عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال خیلی شیک و علنی اعلام میکنه از طرف یک تیم برای رشوه دادن به اون اومده بودن، اما خسروی طرف رو بیرون انداخته و فیلم داستانم موجوده. خیلی مبارک باشه. ادعای تکان دهنده اینجا چیه؟ علی خسروی قاضی بازنشسته فوتبال ایران که امروز عضو کمیته داورانه در حاشیه مراسم تشییع پیکر حسین خوشخان تو یه مصاحبه تصویری رو در روی چند خبرنگار از پیشنهاد رشوه به خودش صحبت کرد و حتی مدعی شد اونو تهدید به قتلم کردن. بخشی از اظهارات خسروی اینجوریه: تو فضای مجازی منو تهدید کردند که تو مراسم تشییع حسین خوشخان منو میکشن به خاطر اینکه من ثابت کردم داوره ما شیتیل بگیر نیستن. ما شیتیل بگیر آقا جون نیستیم. شیتیل اونا میخواستن به ما بدن، ما نگرفتیم و اونا رو از دفتر بیرون انداختم و همه میدونن که چه کسایی هستن. کمیته اخلاق و انضباطی ما رو بخواد، دوربین های اداره هست، بیان بگن چه کسایی اومدن که عضو کمیته داوران رو بخرن. اما ما اونا رو بیرون انداختیم، همه هم میدونن. چرا اون زمانی که من گفتم کسی موضوع رو جدی نگرفت؟ من خودم عضو کمیته داورانم و بعضی وقتا در چیدمان بازی های استقلال و پرسپولیس نقش دارم. اون زمانی که من گفتم کسی باور نکرد، رادیو گفت، 23 نشون داد. چرا اون زمان کسی نیامد بررسی بکنه؟ باید میذاشتن این افتضاح بار بیاد. من حتی به مسئولای زیرفت، به فدراسیون و حتی به امیر قلعه‌نویی پیام فرستادم، اما کسی اقدام نکرد. راستی پاشازاده هم مصاحبه‌ای کرده و گفته که به نظر من به جای استقلالیا باید کمیته انضباطی علی خسروی عضو کمیته داوران رو احضار بکنه و از اون توضیح بخواد که چرا شب قبل از حساس‌ترین بازی هفته استقلال مقابل نساجی مازندران علیه استقلال و هواداراش استوری گذاشته تا داوری رو تحت تاثیر قرار بده. چطوری عضو کمیته داوران به خودش جرأت میده چنین توهینی بکنه؟ اینا رو آقای پاشازاده گفته و به هواداری استقلال تهمت بزنه. هوادار استقلال هرگز کسی رو تهدید نکرده و به فرض محال که یکی پیدا شده خودش رو جای هوادار جا زده و تهدیدم کرده باشه، آقای خسروی باید به پلیس مراجعه بکنه، نه اینکه داوری رو روی تیم استقلال بریزه. این کار تمیزی نبود و باید با علی خسروی برخورد بشه. تعجب میکنم چرا برخوردی با این فرد صورت نمیگیره. آیا برخی آدم‌ها تو این فوتبال مسئولیت دارن؟ سوالیه که آقای پاشازاده انجام داده. در مورد قضاوت بیژن حیدری هم صحبت کرد. من داوری رو گذاشتم و کارشناسای داوری تایید کردن که هم قضاوت بیژن خوب بوده، یعنی اشتباه تاثیرگذاری نداشته، هم آقای کوپال ناظمی. ولی نکته‌ای که باید اشاره بکنم اینه که معلوم نیست که مردای بارگندم، اما دیدیم در دست مردم دیگه، این همون ضرب المثل است. یه نکته در مورد جواد نکونام بگم. جواد نکونام بعد از هفته‌های متوالی صدرنشینی تو کنفرانس بعد از بازی از همه چیز صحبت کرد و یادش رفت که هنوز دو هفته باقی مونده
مونده و هوادارهای تیمش هنوز از تیمشون قهرمانی میخوان. نکونام انگار فراموش کرد که جدا از تموم اتفاقاتی که باعث شد تیمش تو هفته 28 صدرنشینی رو از دست بده، باید همچنان در دو هفته پایانی بجنگه و امتیاز از دست نده و باز به اما و اگرها دل خوش بکنه، شاید اتفاق دیگه‌ای که خوشایند خودش و تیمش باشه رخ بده و اینطور زود ناامید نشه. هواداره آبی از جواد نکونام و تیمشون هر چقدرم ناراحت باشن و اتفاقات دو شب پیش رو نتونن فراموش بکنن، اما اینطور صحبت کردن و ناامید شدن از قهرمانی بدتره. وقتی بازیکن‌ها حرف از جبران در دو هفته پایانی نزدن و همه به یه شکلی ناامید از بازپس گرفتن صدر استادیوم رو ترک کردن، خواه ناخواه یه ناامیدی هم به کالبد هوادارا منتقل کردن. نه آقای نکونام، این رسمش نیست. وقتی تیمتون بیش از یک نیم فصل صدرنشین بود، صدرنشینی و استشمام بوی قهرمانی خوب بود، اما حالا که سر بزنگا و در بد زمانی صدر رو از دست دادین، دیگه تلاشی برای بازپسگیری اون نمی‌کنید که این نشونی بده دیگه. حالا اونم نشونی از جواد نکونام که انقدر پرتلاشه، انقدر با روی است، انقدر جنگنده است، ولی خب این اتفاق خوبی نیست و هواداری استقلال هم حسابی شاکی هست.